سوم بهمن ماه سال 1397 حادثه عجیب و خوفناکی در یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی در تهران رخ میده. مینا دختری جوان در حالی که 26 سال سن داشته با مادرش زندگی میکرده پدر اون دو سال پیش در اثر یه تصادف جون خودش رو از دست داده بوده اون زمان مینا تازه از رشته مدیریت بیمه فارغ و تحصیل شده بوده و مدام به دنبال یه کار بوده تا بتونه برای خودش مستقل بشه و خرجهای اضافی خودش رو از دوش مادرش برداره بعد از تلاش های بسیار مینا بالاخره میتونه توی یه شرکت بیمه خصوصی مشغول به کار بشه مینا ابتدا توی اون شرکت به طور آزمایشی در حال کار بوده و بعد از مدتی چون کارش مرتبط با رشته تحصیلیش بوده و دختر خیلی پرزوق و ماهری بوده خیلی زود میتونه جای خودش رو توی شرکت باز کنه و بتونه به عنوان یک کارمند با موقعیت خوب توی اون شرکت بیمه مشغول به کار بشه رئیس اون شرکت فردی به نام آرش بوده که سی سال سن داشته و هنوز موفق نشده بوده که ازدواج کنه و مجرد بوده آرش وقتی مهارت و زیبایی مینا رو میبینه به اون دل میبنده و از هر راهی استفاده میکنه تا بتونه به اون نزدیک بشه و همین باعث صمیمیت بین مینا و آرش میشه و رفته رفته این دو نفر به هم نزدیکتر میشدن آرش بالاخره نمیتونه تحمل کنه و به مینا پیشنهاد دوستی میده تا با همدیگه وارد رابطه بشن مینا هم که تحت تاثیر رفتارهای محبت آمیز آرش قرار گرفته بوده قبول میکنه و این دو نفر با هم رابطه عاشقانه ای رو شروع میکنن رفته رفته صمیمیت بین این دو نفر به حدی میرسه که تموم کارمندهای شرکت از این موضوع با خبر میشن و مدام با مینا شوخی میکنن و به اون تیکه میندازن حدود شش ماه از رابطه مینا و آرش میگذره و اون شور و اشتیاق اولیه توی هر دو نفر از بین میره و رفتار اونها نسبت به همدیگه سرد میشه طوری که کارمندهای شرکت هم از این موضوع با خبر میشن همزمان با این اتفاقات مینا مفقود میشه و طوری که هیچ کس با خبر نبوده که اون کجاست و چی کار میکنه آرش برای اینکه بتونه رد یا نشونه از مینا به دست بیاره راهی اداره آگاهی میشه و به دایره تحقیق و تجسس اداره آگاهی مراجعه میکنه و داستان رو اینطوری شرح میده مینا یکی از کارمندهای خوب و مهم من بود که به عنوان دست راست من شناخته میشد و همه میدونستن که چه جایگاه مهمی توی شرکت من داره بین من و مینا یه رابطه ی عاشقانه هم برقرار بود و مینا خیلی برای من مهمه و برام اهمیت داره طوری که تموم کارمندهای شرکتم این رو میدونستن اما الان دو روزه که من از مینا بیخبرم و اصلا نمیدونم کجاست و چی کار میکنه مینا حتی سر کار هم نمیاد و حتی برگه مرخصی یا استعفایی هم پر نکرده تلفن همراهشم هم خاموشه و من اصلا نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم چون که مینا خیلی برای من مهمه و ارزشمنده من اومدم آگاهی و گزارش گم شدنش رو دادم وگرنه هر کی جای اون بود برا مهم نبود که چه اتفاقی براش افتاده ازتون خواهش میکنم که هر کاری میتونید برای پیدا شدنش انجام بدید معمور بخش تحقیق و تجسس بعد از اینکه تموم اظهارات آرش رو ثبت و ضبط میکنه از اون میخواد تا با مامور مربوطه برای چهره نگاری همراه بشه آرش بعد از اینکه کار چهره نگاری رو انجام میده تموم اطلاعات هویتی مینا رو هم یادداشت میکنه و آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراه مینا رو هم در اختیار مامور بخش تحقیق و تجسس میذاره معموران تیم تحقیق و تجسس کار خودشون رو شروع میکنن. اونها ابتدا سعی دارن که از طریق موقعیت مکانی تلفن همراه مینا اون رو پیدا کنن اما چون تلفن همراه خاموش بوده نمیتونن از این طریق اون رو پیدا کنن. مامورا برای به دست آوردن سرنخ و اطلاعات بیشتر راهی خونه و محل سکونت مینا میشن. اما هر چقدر در خونه رو میزنن کسی در رو باز نمیکنه. مامورا چون حکم قضایی برای ورود به خونه مینا رو نداشتن ناچارن مجبور میشن از اطلاعات محلی استفاده کنند. معمور بازپرس این پرونده از همسایه های مینا درباره اون سوال میپرسه اما همه اونها اظهار بی اطلاعی میکنن و میگن آخرین بار ما دو روز پیش مینا و مادرش رو دیدیم و دیگه از اون روز به بعد خبری ازشون نداریم دوربین های ساختمون هم از یه هفته پیش به مشکل برخورده بودن و تصویری رو ضبط و ثبت نکردند. مامورای دایره تحقیق و تجسس برای اینکه بتونن اطلاعات بیشتری به دست بیارن راهی شرکت بیمه ای که مینا اونجا مشغول به کار بوده میشن و از تموم کارمندهای شرکت بیمه درباره مینا سوال میکنن همچنین از آرش درباره ارتباط مینا با کارمندها سوال میپرسند و آرش میگه مینا فقط با دو تا از کارمندهای من خوب و صمیمی بود یکیشون زیبا و دیگری هم آذر شاید این دو نفر بتونن اطلاعاتی در اختیار شما قرار بدن مامورا همچنین درباره سابقه یک کاری زیبا و آذر هم از آرش سوال میکنن و اون اظهار میکنه که زیبا از کارمندان قدیمی شرکت منه و از همون روزای اولی که من شرکت رو تاسیس کردم اینجا بوده و من خیلی بهش اطمینان دارم. آذر هم همراه با مینا اینجا استخدام شده و من تا به حال چیز مشکوکی از این دو نفر ندیدم. معمور بازپرس پرونده از هر دو نفر درباره مینا سوال میکنه و هر دو نفر یه موضوع رو تشریح میدن و میگن ما هیچ کدوم از مینا خبری نداریم و آخرین باری هم که مینا رو دیدیم سه روز پیش بود که اومد شرکت و حالش هم خیلی خوب بود و خیلی شاد و شنگول میزد مثل همیشه با آقا آرش گرم گرفت و صحبت کرد و بعد از ساعت کاری هم برگشت خونش ما هیچ رفتار بد یا مشکوکی از اون ندیدیم که بخوایم بهتون بگیم مامور باسپورس اظهارات هر دو نفر رو ثبت میکنه و به تحقیقات گسترده خودش ادامه میده حدود سه روز از گزارش مفقود شدن مینا به اداره آگاهی میگذره تا اینکه روز سوم در ساعت ده و چلو پنج دقیقه ی صبح اهالی ساختمونی که مینا اونجا سکونت داشته گزارشی به آگاهی میدن و میگن که از توی واحدی که مینا و مادرش ساکنه بوی متعفنی میاد و کسی هم کلیدی نداره تا بره و خونه رو چک کنه و خبری از مینا و مادرش هم نیست مامورای دایره تحقیق و تجسس این با دریافت حکم قضایی از قاضی کشیک سریعا به محل سکونت مینا مراجعه میکنند مامورای اداره آگاهی ابتدا چندین بار در خونه رو میزنند اما کسی در رو باز نمیکنه و در آخر با حکم قضایی در خونه رو شکسته و وارد خونه میشن بوی متعفنی از داخل خونه بیرون میاد که باعث انزجار بیشتر اهالی میشه ممورا وقتی که تموم خونه رو بررسی میکنن ناگهان توی اتاق خواب با صحنه دلخراشی مواجه میشن و این صحنه باعث شوک اونها میشه مینا در حالی که خون بسیار زیادی از سرش ریخته روی زمین افتاده و تموم خونهای اطراف اون خشک شده و باعث اون بوی متعفن شده و از طرفی مادر مینا در حالی که لباسی به تن نداره با بدنی کبود روی تخت افتاده مامورای دایره تحقیق و تجسس خیلی سریع با تیم امدادی هماهنگ میکنند و بخش جنایی اداره آگاهی رو هم در جریان اتفاقات رخ داده میذارن بعد از رسیدن تیم امدادی و بررسی دو فرد معلوم میشه که هر دو نفر فوت کردن و پلیس برای بررسی بیشتر اجساد رو به پزشکی قانونی منتقل میکنه مامورای دایره جنایی هم وارد عمل میشن و صحنه جرم رو خیلی دقیق مورد بررسی قرار میدن نیروهای آگاهی همچنان برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به تحقیق و تفحص خودشون ادامه میدن همزمان با اتفاقات رخ داده گزارش کارشناسای پزشکی قانونی به اداره آگاهی انتقال داده میشه و در گزارش علت مرگ اینگونه شهر داده شده مینا به دلیل ضربه جسم سخت به سرش خونریزی مغزی کرده و جون خودش رو از دست داده مادر مینا آسیه نیز به دلیل ایست قلبی جون خودش رو از دست داده نکته یه جالب در گزارشات پزشکی قانونی اینه که احتمال داده میشه کبودی های روی بدن آسیه به دلیل تجاوزی که به اون شده و بعد از بررسی کامل بدن مینا مشخص میشه که اون با اینکه ازدواج نکرده بوده اما به خودش رو از دست داده و دختر نبوده گزارشات کارشناسای پزشکی قانونی باعث پیچیده تر شدن پرونده میشه بررسی کاملتر از این پرونده نشون میده که این پرونده یه قتل ساده نبوده بلکه انگیزه های دیگه هم پشت این قتل بوده که پلیس از اون بیخبره پرونده وارد بررسی های تخصصی تر میشه و ممورای دایره جنایی و دایره تحقیق و تجسس اداری آگاهی با همکاری گسترده و ویژه خودشون به دنبال سرنخهایی برای یافتن علل مرگ مینا و آسیه هستند. چند روز از وقوع این اتفاقات میگذره و مامورا هنوز نتونستن که اطلاعاتی در خصوص علل قتل و قاتل این پرونده پیدا کنند. همزمان با بررسی های پلیس زیبا کارمند شرکت بیمه که مینا اونجا کار میکنه به اداره آگاهی مراجعه میکنه و میگه که میخواد راجع به موضوعی حرف بزنه مأمور بازپرس پرونده برای شنیدن حرفهای زیبا آماده میشه و زیبا در حالی که به شدت استرس داشته و نگران به نظر میرسیده داستان رو اینطوری شهر میده واقعیت اون روزی که شما برای بازجویی از ما اومده بودین من و آذر بهتون دروغ گفتیم البته ما قصد دروغ گفتن نداشتیم اما آقا آرش ما رو مجبور کرد اون بود که باعث شد تا ما اون حرفها رو به شما بزنیم اون گفت اگه شما حقیقت رو بگین شرکت رو پلوب میکنن و همتون از کار بیکار میشین پس به نفعتونه که حرفایی که من بهتون میگم رو بگین منم از ترس اینکه بیکار بشم و دیگه نتونم جایی کار پیدا کنم مجبور شدم اون حرفها رو بزنم من اون زمان به پول اون کار نیاز داشتم چون مادرم مریض بود و نیاز به عمل داشت من الان مادرم رو عمل کردم و از اون شرکت هم استفاده دادم و جای دیگه ای مشغول به کارم نمیخواستم هیچ وقت حقیقت رو بگم اما وجدانم اجازه نداد و تصمیم گرفتم که بیام اینجا و حقیقت رو بگم برا مهم نیست چی میشه من فقط میخوام وجدانم راحت بشه زیبا همونطور که عشق میریزه ادامه میده مینا از یه ماه پیش رفتاراش خیلی عجیب و غریب شده بودن مدام ناراحت و آشفته بود و با کسی صحبت نمی کرد. خیلی پرخاشگر شده بود و من یه بار دیدم که داره با آقا آرش هم بحث و دعوا میکنه هرچقدر ما ازش پرسیدیم که چی شده اون جوابی نمیداد و میگفت که خوبم چند روز قبل از اینکه اون اتفاق براش بیفته مینا نامه استعفای خودش رو نوشت و داد به آقا آرش اما اون قبول نکرد و من پنهونی دیدم که نامه استعفا رو پاره کرد مینا هم به حالت قهر از شرکت رفت و ما دیگه خبری ازش نداشتیم مأمور باسپورس پرونده تمام اظهارات زیبا رو به دقت بررسی میکنه و گفته های اون گره های زیادی رو از پرونده باز میکنه و با میشه که سرنخهای جدیدی به دست مامورای دایره جنایی و مامورای دایره تحقیق و تجسس برسه مامورای اداری آگاهی احتمال میدن که آرش پشت این داستان قتل باشه و سعی داره که یه چیز رو پنهون کنه مامورا برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر شروع به تحقیق درباره آرش می کنند و از طریق بررسی های مخابراتی و شنود تماس های یک ماه اخیر آرش به اطلاعات و سرنخ های خوبی می رسند. آرش توی یکی از تماسهای تلفنی که با دوست خودش داشته میگه حالم خیلی بده پیمان دارم دیوونه میشم اصلا نمیتونم هیچ جوره خودم رو آروم کنم باور کن که من نمیخواستم مینا و آ... مادرش رو بکشم اصلا نمیدونم که چه جوری شد که این اتفاق افتاد و من قاتل شدم کاش میتونستم به عقب برگردم و همه چیز رو درست کنم مامورا بعد از شنیدن تماس ها و پیام های تلفنی رد و بدل شده بین آرش و دوستش متوجه میشن که آرش قاتل مینا و آسیه بوده و به همین دلیل سریعا به محل کار آرش مراجعه میکنن و اون رو بازداشت میکنن آرش مدام میگه من قاتل نیستم اگه قاتل بودم که خودم نمیومدم بگم مینا گم شده و اینا همش پاپوشه بازپرس پرونده یه قتل شروع به بازی های روانی پیچیده با آرش میکنه و آرش تحت فشار شدید بازجویی قرار میگیره. بازپرس همچنین تماس های تلفنی شنود شده و مکالمات ضبط شده بین آرش و دوستش رو برای اون پخش میکنه و آرش دیگه راهی برای فرار نداشته و شروع به اعتراف کردن میکنه. آرش میگه از همون لحظه اولی که مینا وارد شرکت شد من عاشقش شدم زیبا بود و ظریف و مثل خودم باهوش بود هیچ جوره نمیتونستم فکرش رو از سرم بیرون کنم و بابت همین از هر راهی استفاده کردم تا بتونم بهش نزدیک بشم بعد از کلی دوندگی بالاخره تونستم مخه مینا رو بزنم و باهاش وارد رابطه بشم ما یه ماه با هم توی رابطه بودیم تا اینکه من از مینا خواستم من رو به خانوادهش معرفی کنه مینا به هم گفت که پدرش فوت کرده و با مادرش زندگی میکنه و قرار شد که با مادرش آسیه بیان رستوران وقتی که من آسیه رو دیدم خیلی تعجب کردم بیشتر شبیه خواهر مینا بود تا مادرش یه زن ترگل و ورگل و زیبا که توی همون برخورد اول حسابی به دل من نشست من خیلی از آسیه خوشم اومده بود و اونم با من یه طوری رفتار میکرد که منم احساس میکردم اونم از من خوشش اومده دلم میخواست که هر طور که شده به آسیه نزدیک بشم اما از طرفی دلم نمیخواست که از مینا هم جدا بشم و میخواستم که جفتشون رو با همدیگه داشته باشم یه مدت که از رابطه ی ما گذشت من به مینا پیشنهاد دادم تا بریم خونه من و اونجا با هم خوش بگذرانیم مینا هم که به من اعتماد داشت با من اومد خونم و من اونجا بهش پیشنهاد دادم تا با هم رابطه جنسی برقرار کنیم اما اون گفت تا محرم نشیم من نمیذارم تو با هم کاری کنی منم بهش گفتم من الان بهت نیاز دارم من که تو رو میخوام و قسم جدیه پس بیا یه سیغه محرمیت با هم بخونیم تا هم تو و هم من راحت بشیم مینا بعد از این, این که این حرف رو زدم یکم سکوت کرد و قبول کرد و من مینا رو سیغه خودم کردم من تا شروع کردم با مینا رابطه برقرار کردن دیدم مینا داره به شدت گریه میکنه اما برام مهم نبود و اون لحظه برام مهم بود که خودم ارضا بشم و حالم بهتر بشه مینا مدام جیغ میزد و گریه میکرد و از من میخواست که تمومش کنم اما من بیخیال نمیشدم و اونقدر ادامه دادم تا ارضا شدم تن بیجون خودم رو کنار مینا رها کردم و اون همچنان به گریه خودش ادامه میداد و هیچی نمیگفت یکم که حالم بهتر شد مینا رو بغل کردم و گفتم چون دفعه اولت بود اینقدر اذیت شدی قول میدم که دفعه بعدی اصلا اذیت نشی مینا هم گول حرفای من رو خورد و آروم گرفت اما من خودم میدونستم که همیشه همین بساته و چیزی تغییر نخواهد کرد دلیل اینکه تا الان هم نتونسته بودم ازدواج کنم همین مشکلم بود من تحت نظر مشاور هم بودم و دارو مصرف میکردم اما اصلا فایده ای نداشت و هیچ جوره نمیتونستم آروم بشم مشاورم به هم گفته بود تو توی رابطه جنسی خیلی آدم پرخاشگری هستی و باید سعی کنی تا این مسئله رو کنترل کنی من اما دست خودم نبود و هیچ جوره نمیتونستم تن به رابطه آروم بدم و فقط لذت خودم برام مهم بود من قبل از مینا با دخترهای زیادی در ارتباط بودم و همه اونا به دلیل همین مشکلم با من قهر میکردن و رابطمون رو تموم میکردن من دوست داشتم خودم رو درمان کنم اما بیفایده بود و این خشونت من ریشه در بچگیم و آزارهای اون زمان داشت چند بار دیگه هم آسیه و مینا رو با هم دیدم و حس کامجویم نسبت به آسیه بیشتر شد طوری که توی روابطمون خشونت من بیشتر میشد و همش تصور میکردم آسیه داره با هم رابطه برقرار میکنه نمینا من توی رابطه آخرمون حسابی زده بود به سرم و برای اینکه بتونم راحت بشم با کمربند افتادم به جون مینا و توی همون حین باهاش رابطه برقرار کردم حس می کردم که مینا نسبت به من سرد شده و دیگه میل و علاقه ای به من نداره و بابت همین همش سعی می کردم بهش نزدیکتر بشم اما اون روز به روز از من دورتر می شد. من میخواستم با مینا ازدواج کنم و یه زندگی تازه و عاشقانه رو باهاش شروع کنم و بابت همین یه روز بهش گفتم کی آماده ای تا با هم عقد کنیم مینا هم در کمال تعجب به من گفت که من نمیخوام با تو باشم تو من رو اذیت میکنی و آزارم میدی و فقط به فکر ارزای خودت هستی من یه درصدم برات مهم نیستم من دیگه نمیتونم توی این رابطه با تو بمونم و بهتره که تو هم منو فراموش کنی من از حرفای مینا عصبی شدم و از طرفی اصلا دلم نمیخواست رابطم باهاش تموم بشه چون تموم شدن رابطم با مینا باعث محروم شدن من از دیدن آسیه میشد هر چقدر به مینا اصرار کردم فایده نداشت و اون میخواست که استفا بده و بره من قبول نکردم که اون از شرکت من بره و اونم به حالت عصبانیت و قهر از شرکت رفت تصمیم گرفتم برم خونه مینا و با آسیه درباره این قضیه صحبت کنم و بهش بگم که مینا رو راضی کنه همین که رسیدم جلوی خونشون دیدم که آسیه با لباس باشگاه جلوی خونشونه و میخواد بره داخل خونه داغ کرده بودم و حسابی تحریک شده بودم چون آسیه اندامش توی اون لباس حسابی توی چشم بود و هر کسی هم جای من بود دلش میخواست که با اون باشه آسی من رو دعوت کرد داخل خونه و من نشستم اما اصلا نمیتونستم روی خودم مسلط باشم آسیه تا نشست من اصلا یادم رفت برای چی رفتم خونشون و شروع کردم به تعریف کردن از اندام و هیکل آسیه و سعی داشتم که یه جورایی اون رو تحریک کنم آخر سر هم بهش گفتم من عاشق تو شدم و مینا همش بهونه است ازش خواستم تا با هم باشیم و بهش گفتم کسی خبردار نخواهد شد انتظار داشتم که آسیه قبول کنه اما اون به شدت من رو پس زد و با هم دعوا کرد و میخواست من رو از خونه بندازه بیرون من که دیگه نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم حمله کردم سمت آسیه و اون رو به زور کشوندم توی اتاق خواب اون تقلا میکرد و میخواست خودش رو نجات بده اما نمیتونست نمیتونستم رهاش کنم اگه میرفتم مینا از ماجرا با خبر میشد و همه چیز به هم میخورد میخواستم اینجوری دهن مادرش رو ببندم من به زور تمام لباسهای مادرش رو از تنش در وردم و افتادم به جونش رو بهش تجاوز کردم آسی اول جیغ میکشید که من با دستم جلوی دهنش رو گرفتم و مانع شدم تو همین حین یهو صدای مینا رو شنیدم که گفت داری چه غلطی میکنی اونقدر توی حال خودم بودم که اصلا نفهمیدم مینا کی اومده من اصلا به این توجه نکردم که آسیه بیهوش شده و دیگه صدایی ازش بلند نمیشه از روی بدن آسیه بلند شدم و تا خواستم حرف بزنم مینا پوش کرد به من و شروع کرد به داد و بیداد کردن من فقط میخواستم ساکتش کنم و بابت همین اطرافم رو نگاه کردم که دیدم یه مجسمه یه سنگی کنار تخته اونو برداشتم و چند بار زدم پس سر مینا که باعث شد بیفته زمین و خون از سرش جاری بشه خیلی ترسیده بودم و از طرفی نمیدونستم باید چی کار کنم نگام به آسیه افتاد که رنگش پریده بود نمیدونستم که بیماری قلبی داره و من باعث ایست قلبی اون شدم به سرعت لباسامو پوشیدم و وسایلمو برداشتم و از اونجا زدم بیرون نمیخواستم هیچ کدومشون رو بکشم فقط جنون آنی بهم به هم دست داد و یهو به خودم اومدم که دیدم قاتل شدم مأمور بازپرس بعد از شنیدن اظهارات آرش اون رو به زندان منتقل میکنه و بعد از تکمیل پرونده و بررسی صحنه جرم و بازسازی صحنه قتل توسط آرش پرونده رو تکمیل و به دادگاه ارجا میده از طرفی عکس مینا و آسیه برای یافتن بستگان وی و تحویل جنازه در روزنامه چاپ میشه و بعد از مدت کوتاهی برادر آسیه و عموی مینا به اداره آگاهی مراجعه میکنن و موضوع به طور کامل برای اونها توضیح داده میشه زمان دادگاه آرش فرا میرسه و اون در جایگاه متهم دوباره تمام اتفاقات رخ رو تشریح میده و اظهار ندامت و پشیمونی میکنه خانواده مینا رضایت نمیدن و درخواست اشد مجازات رو از قاضی پرونده میکنن قاضی پرونده هم بعد از بررسی تموم مدارک و شواهد موجود رأی خودش رو اعلام میکنه بر طبق رأی دادگاه آرش به دلیل تجاوز به عنف آسیه و همچنین قتل عمد مینا و آسیه به قصاص و اعدام محکوم میشه این پسر در حال حاضر در زندانه و هنوز زمان اجرای حکم اعدامش فرا نرسیده رفقای گلم رسیدیم به آخر پرونده ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای پیرزن سمجیه که با مستجرهای مجردش به کنتاکت میخوره و این وسط اتفاقات عجیبی میفته رو تماشا بفرمایید